درود دوستان و همراهان عزیز، به کانال راوی شب خوش اومدید. امشب در کنار شما هستم با قصه ای از قصه های کهن فارسی. روزی روزگاری پادشاهی بود که نه به شکار می رفت و نه سربازانش رو به جنگ با کشورهای همسایه می فرستاد و هر نوع اختلافی رو با گفتگو حل می کرد. هیچ وقت نمیذاشت که کار به دشمنی و خونریزی بکشه و هرگز در این افکار نبود که لشکرکشی و کشورگشایی کنه، بلکه شب و روز در فکر آسایش مردمش بود و به دزدان و نابکاران در هر مقام و موقعیتی که بودند امان نمیداد و برای اینکه بفهم مردم چی میگن و چی کار میکنن گاهی لباس پاره میپوشید و ناشناس به هر کوی و برزنی سر می زد و از این راه در جریان تمام حوادث بود و هیچ وقت درباریانش نمی تونستند حقایق رو ازش پنهان کنند. از همه بالاتر این پادشاه دانا و صلح طلب بود و سعی می کرد دادستان باشه و حق رو به حقدار برسونه. به همین علت هر کس حقش ضایع می شد به قصر می رفت و داستانش رو برای پادشاه حکایت می کرد. راویان داستان می گن که در کشور همچین پادشاهی مردی بود عالم و فاضل که می خواست به سفر دور دستی بره. این مرد دانشمند بعد از عمری قناعت و صرفه‌جویی 1000 سکه نقره پسنداز کرده بود به این امید که در دوران پیری فقیر و محتاج نباشه و در این سفر نمیتونست اندوختش رو به همراه ببره و نه مصلحت میدید که سکه ها رو زیر خاک پنهان کنه. ناچار پیش بازرگان ثروتمندی رفت که در شهر به امانت و صداقت مشهور بود و 1000 سکه نقره رو به اون سپرد. بازرگان سکه ها رو ازش گرفت و گفت: تو از بزرگان شهر ما هستی، دانشمندی چون تو در میان ما کم است. خوشحالم که این خدمت ناچیز را به عهده من گذاشته ای. به سلامت و با خیال آسوده به سفر برو. وقتی باز آمدی 1000 سکه نقره را بی کم و کاست به تو خواهم داد. خلاصه اون مرد عالم و فاضل با خاطری آسوده به سفر رفت و 1 سال بعد برگشت و نزد بازرگان رفت تا سپردش رو پس بگیره. اما اون بازرگان انکار کرد و گفت: شاید سکه ها را به بازرگان دیگری سپرده ای و به اشتباه سراغ من آمده ای. مرد دانشمند به خشم اومد و فریاد کشید که ای آدم حق باز، من استاد حساب و ریاضیاتم، سخت‌ترین معادلات را به آسانی حل می‌کنم و به ذهن می‌سپارم. دوستانم از قدرت حافظه من تعجب می‌کنند، مگر می‌شود که با این حافظه قوی اشتباه کنم و تو را با بازرگان دیگری عوضی بگیرم و بعد از آن سفر 1 ساله قیافه آدم متقلبی مثل تو را فراموش کنم؟ اما هر چی کرد و هر چی گفت بیفایده بود. ناچار پیش پادشاه رفت و ماجرا رو تعریف کرد. پادشاه که اون مرد رو خوب میشناخت و میدونست که دروغ نمیگه بهش گفت: آرام باش و بی چون و چرا همان کاری را بکن که من میگویم. تا آنجا که میدانم تجارت خانه این مرد در کنار 1 4راه بزرگ است و او معمولاً در جایی می نشیند که بتواند از دریچه تمام حوادث و رفت و آمدهای بیرون را ببیند. فردا ظهر نزدیک تجارت خانه در جایی بایست که او بتواند از دریچه تو را خوب ببیند و سعی کن که فاصله تو با آن دریچه زیاد نباشد. در آنجا منتظر باش و از جایت تکان نخور و بقیه کارها را به عهده من بگذار. مرد عالم که به دانایی و تدبیر پادشاه اعتقاد داشت، ظهر روز بعد در 4راه و در چند قدمی تجارت خونه اون بازرگان ایستاد و از زیر چشم می دید که بازرگان مشغول کاره و یواش مرد رو می پاد. چند دقیقه نگذشت که کالسکه پادشاه از دور پیدا شد
وقتی کالسکه به چهار راه رسید توقف کرد. سرکرده سوارا از اسب پایین پرید و رفت و در کالسکه رو باز کرد. پادشاه پایین اومد و مرد دانشمند رو که منتظر و متحیر ایستاده بود در آغوش گرفت و با صدای بلند گفت: برادر عزیزم، کی برگشته ای؟ چرا سراغ من نیامدی؟ برادر، امروز عصر منتظرت هستم، به قصر بیا. و قبل از اینکه مرد فاضل حرفی بزنه صورتش رو بوسید و سوار کالسکه شد و رفت. هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که اون بازرگان که همه چیز رو دیده و شنیده بود بیرون دوید و دست اون مرد دانشمند رو گرفت و با احترام اون رو به تجارت خونه برد و بالای دست خودش نشوند و گفت: در تمام عمر کسی را به فروتنی تو ندیده ام. چرا به من نگفته بودی که پادشاه برادر توست؟ و قبل از اینکه مرد دانشمند حرفی بزنه در صندوقش رو باز کرد و 1000 سکه نقره رو شمرد و جلوی اون گذاشت و گفت: دیروز که تو آمدی و گفتی که 1000 سکه نقره را به من سپرده ای، حافظم درست کار نمی کرد و قضیه را به یاد نمی آوردم. بعد از رفتن تو همه چیز به یادم آمد و می خواستم کسی را دنبالت بفرستم که فرصت به دست نیامد. چه خوب شد که گزارت این طرف افتاد. ای دوست عزیز، قرضم را ادا کردم. راستی امروز عصر که به حضور پادشاه رفتی، سلام خالصانه مرا به ایشان برسان. خلاصه مرد عالم عصر اون روز به قصر پادشاه رفت و داستان رو حکایت کرد. پادشاه هم خوشحال و هم متأثر شد و گفت: افسوس که در این شهر قدر علم و دانش را نمی شناسند و به دانشمندان احترام نمی گذارند. این بازرگان که در تمام شهر به صداقت و امانت شهرت دارد، از روی ترس 1000 سکه را پس داد و قطعاً توقع پاداش از من دارد. اما من که او را شناختم، به نزدیکانم خواهم گفت که او را رسوا کنند و نقاب از صورتش بردارند تا دیگر کسی به او اعتماد نکند. می دانم که ناچار خواهد شد از این شهر برود و بساط حق بازیش را به جای دیگری ببرد. القصه، سخن پادشاه که به اینجا رسید، مرد پیشوری را نزد پادشاه آوردند که پریشان و درمانده بود و با اشاره پادشاه داستان گرفتاریش رو چنین شرح داد: پیشور زحمت کشی هستم که 7 دختر دارم که 2 تای آنها دم بختند. چندین ماه پیش ناچار شدم به سفری طولانی بروم. پیش از رفتن نقدینه‌ام را که برای تهیه جهیزیه دخترانم کنار گذاشته بودم در کیسه چرمی ریختم و در آن را دوختم و مهرموم کردم و به قاضی بزرگ سپردم. قاضی جلوی چشم من آن را در صندوق امانات خود گذاشت و در صندوق را قفل کرد. خیال می کردم کسی از قاضی بزرگ شریفتر و درستکارتر پیدا نمی شود و اگر در مملکت من تمام مردم دستشان به دزدی آلوده شود، قاضی تنها کسی است که پاک و پاکیزه میماند. بعد از بازگشت از سفر نزد قاضی رفتم. قاضی به من خوش آمد گفت و در صندوق را باز کرد و کیسه چرمی را در آورد و به من داد. به مهرموم آن نگاه کردم، دست نخورده بود. کیسه را برداشتم و به خانه بردم و در آنجا در کیسه را باز کردم و دیدم که به جای سکه های طلا و نقره پر است از چند تکه سرب و قراضه آهن. با وحشت نزد قاضی بزرگ برگشتم و قضیه را گفتم. قاضی بزرگ فریاد زنان گفت: تمام مردم مملکت به درستی و صداقت من اعتقاد دارند. چطور جرأت می‌کنی به من تهمت بزنی؟ من کیسه تو را لاک و مهر شده تحویل گرفتم و توی صندوق گذاشتم و همانطور صحیح و سالم به تو پس دادم. می‌بینی که کوچکترین درز یا شکافی در این کیسه چرمی نیست. از کجا می توانستم سکه های تو را بیرون بیاورم و جای آن را آهن قرازه و سرب بریزم؟ معلوم است که تو از اول مرا دست انداخته ای و آهن قرازه در کیسه چرمی ریخته ای و به من داده ای. یک احتمال دیگر هم این است که در خانه سکه ها را از کیسه در آورده ای و این آهن قرازه ها را به جای آنها ریخته ای و آمده ای که از من چیزی بگیری. آهای، این حق باز متقلب را که به شخصی مثل من تهمت می زند از اینجا بیرون بیاندازی.
هنوز این حرف از دهن قاضی بیرون نیامده بود که چند نفر از خدمتکارانش چوب به دست ریختند و کتک مفصلی به من زدند و از خانه بیرونم انداختند. سخن مرد پیشه‌ور به اینجا که رسید کیسه چرمی رو به پادشاه نشون داد. پادشاه هرچی اون رو زیر و رو کرد نتونست درز یا شکافی در اون پیدا کنه. پادشاه که از ظاهر قضایا فهمیده بود که اون مرد راست میگه و از طرفی نمیتونست قبول کنه که قاضی بزرگ دروغ گفته باشه، به فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه به مرد پیشه‌ور گفت که کیسه چرمی رو نزد اون بگذاره و بره و این داستانم برای هیچ کس تعریف نکنه و فقط منتظر باشه. پادشاه دانا وقتی تنها شد مدتی رو به تفکر گذروند و اون روز و اون شب رو به کارهای مملکت پرداخت. من از دیگه نیمه شب به خوابگاهش رفت و ساعتی بعد که چراغای قصر خاموش شد و همه به خواب رفتند، از خوابگاهش بیرون اومد و پاورچین پاورچین به تالار بزرگ قصر رفت و قالیچه ابریشمی بسیار ظریف و قشنگی رو که پای تخت زرینش گسترده بودند با کارد تیزی که همراه آورده بود پاره کرد. پارگی قالیچه طوری بود که هر کس در نظر اول متوجه اون می شد. پادشاه بعد از پاره کردن قالیچه به خوابگاه برگشت و آسوده به خواب رفت. چند دقیقه بعد رئیس نگهبانای قصر که هر شب چند بار فانوس به دست به تمام تالارا و اتاقای قصر سرکشی می کرد وارد تالار بزرگ شد و در چند قدمی تخت زرین چشمش به پارگی قالیچه افتاد. از ترس در جای خودش میخکوب شده بود. می دونست که پادشاه چقدر به این قالیچه زیبا و گرانبها توجه داره و قطعاً اون رو که سرپرست نگهبانای قصره در این کار مسئول میدونه. به همین خاطر بدون اینکه فرصت رو از دست بده قالیچه رو جمع کرد و برد و اون رو در پارچه‌ای پیچید و به راه افتاد و از قصر بیرون رفت. از کوچه های پرپیچ و خم گذشت و در کوچه تنگ و تاریکی در خونه ای رو کوبی. رئیس نگهبانای قصر محمود ماهرترین رفوگر شهر رو خوب میشناخت و میدونست که در کار خودش مانند نداره. خب دوستان عزیزم، قسمت اول این داستان آموزنده رو همینجا به پایان میبریم و انشاءالله شب بعد کامل ماجرا رو براتون تعریف میکنم. تا شب بعد و ادامه این قصه زیبا، حق نگهدارتون.